اگه شما با ماشین تصادف کردین، حتی اگه بیمه ندارین و حتی اگه تقصیر شما بوده، لطفاً با ما تماس بگیرین. تا 10-15 سال پیش اگه شما یه تصادف می‌کردین، کمپانی بیمه به راحتی پولو به شما میداد. ولی در سالهای اخیر این جریان تغییر کرده. کمپانی‌های بیمه به هیچ عنوان به کسی پول نمیدن یا سعی میکنن که حداقل خسارت رو به یه نفر بدن. تنها راهی که شما بتونین از کمپانی بیمه پول بگیرین اینه که آماده باشین که برین دادگاه. وقتی شما بیان پیش ما به خرج خودمون یه اینوستیگیتر یا یه مامور تحقیق میفرستیم که بره و یه ریپورت برای ما تهیه کنه. اون مامور با همه شاهدین صحبت میکنه و نوشته شده ازشون سند میگیره که اون حادثه چطوری اتفاق افتاده. بر مبنای این ما از لحاظ قانونی به اون طرف دیگه حمله میکنیم و به این وسیله حادثه رو یه طوری جلوه میدیم که بیشترین خسارت رو برای شما بگیریم. پولی که ما براتون میگیریم هیچ کس دیگه نمیتونه براتون بگیره. 818-444-44-44. با سلام به برنامه امروز خوش آمدین. برای همه شنوندگان روز خوشی را آرزو میکنم. مهمان امروز برنامه آقای دکتر دیوید شیهان از وکلای دفاعی 44 هستند. آقای دکتر به برنامه ما خوش آمدید. در برنامه امروز در مورد هیرسی صحبت خواهیم کرد. کلمه هیرسی در فارسی وجود نداره. این فقط یکی از اون کلماتیه که در زبان انگلیسی و فقط در قانون مطرح میشه. معمولا هم فقط وکلا اینو میدونن، گرچه خیلی وکلا این نکته رو دقیق درک نمی کنن. اولین کاری که میخوام بکنم، میخوام دفینیشن هیرسی رو بگم. هیرسی یک صحبتیه که در خارج از دادگاه گفته شده و حالا داره وارد دادگاه میشه که ثابت بشه که اون گفته درسته. برای این کار بهترین راه اینه که من براتون یک مثال بزنم. فرض کنین که یه شاهدی میاد توی دادگاه و این شاهده میخواد بیاد توی دادگاه بگه که احمد آقا خارج از دادگاه بهش گفته که شهروز رو توی شهر دیده. مسئله ای که مهمه اینه که یکی از طرفین میخواد بیاد توی دادگاه و بگه که شهروز توی شهر بوده. برای این کار یه شاهدی میاد و این شاهده میخواد بیاد توی دادگاه بگه که احمد آقا به من گفت که شهروز رو توی شهر دیده. اینو بهش میگن هیرسی. به خاطر اینکه گفتگوی بین احمد آقا و این شاهد در خارج از دادگاه انجام شده. اون گفتگو اینه که احمد آقا ورداشته به شاهد گفته که من شهروز رو در شهر دیدم. حالا اون شاهد میخواد بیاد توی دادگاه بگه که احمد آقا به من گفت که شهروز رو توی شهر دیده. اول باید بگم که احمد آقا خودش میتونه بیاد توی دادگاه بگه که من شهروز رو توی شهر دیدم. هیچ مشکلی در این کار وجود نداره. مشکل ولی اینجاست که احمد آقا اومده به شاهد گفته در خارج از دادگاه که من شهروز رو توی شهر دیدم و حالا اون شاهد میخواد بیاد توی دادگاه بگه که احمد آقا به هم گفت که شهروز توی شهر دیده. و امیدوارم شما متوجه بشید که اشکال این جریان چیه. چون اون وکیلی که نمیخواد اجازه بده که این جمله‌ای که شهروز توی شهر بوده وارد دادگاه بشه، اون میاد و از اون شاهد میپرسه که ببینم احمد آقا عینک میزنه؟ شاهد میگه نمیدونم عینک میزنه یا نه. و اون وکیل میگه من بهت میگم که عینک میزنه. شاهدم میگه باشه عینک میزنه. بعد اون وکیل ازش میپرسه که موقعی که احمد آقا شهروز رو توی شهر دید آیا عینک زده بود یا نه؟ شاهد میگه من نمیدونم، اینو ازش نپرسیدم. اون وکیل از شاهد میپرسه موقعی که احمد آقا شهروز رو دید شب بود یا روز بود؟ شاهد میگه من نمیدونم. یعنی اون وکیلی میخواد ثابت بکنه که ما مطمئن نیستیم که آیا
احمد آقا به شاهد دروغ گفته و اگه راست میگفته آیا واقعا اینو دیده؟ اصلا چشای احمد آقا میبینه یا نه؟ و به این دلیل ما لازم داریم که احمد آقا بیا توی دادگاه و خود شهادت بده. ولی حالا شاهد اومده و به جای احمد آقا داره شهادت میده و به این دلیل ما اجازه نمیدیم که هیرسه وارد دادگاه بشه. تلفن به یاد ماندنی 818 444 44 44 44، 818 همش 4. گفتگوی داریم با آقای دکتر دیوید شیهان، وکیل دفاعی دادگاه های کالیفرنیا. هدف هیرسه اینه که جلوی تمام صحبت هایی که خارج از دادگاه انجام شده بگیره، چون ما اجازه نمیدیم صحبت هایی که خارج از دادگاه شدن وارد دادگاه بشه. ولی حالا که اینو گفتم میخوام بگم که اکسپشن های زیادی وجود داره که ما اجازه میدیم خیلی از این حرفا وارد دادگاه بشن و صحبت مطالعه هیرسه شامل موردایی میشه که یه چیزی که هیرسه هست به خاطر اون اکسپشن یا اون استثناء داره وارد دادگاه میشه. اولین اون استثناها اینه، فرض کنین که احمد آقا میگه که من پول دارم و حالا شاهد میخواد بیاد توی دادگاه بگه که احمد آقا من گفت که من پول دارم. اگر ما میخوایم ثابت کنیم که احمد آقا پول داره، این هیرسه هست، به خاطر اینکه این جمله ای است که خارج از دادگاه گفته شده من پول دارم و حالا اون نفری که داره اینو میاره توی دادگاه میخواد دقیقا همینو ثابت کنه، میخواد بیاد ثابت کنه که احمد آقا پول داره. ولی حالا فرض کنین که شاهد میاد توی دادگاه و میگه که احمد آقا من گفت من پول دارم، ولی حالا اون نفری که این جمله رو داره میاره توی دادگاه هدفش این نیست که بگه احمد آقا پول داره، این میخواد بیاد ثابت کنه که احمد آقا دیوانه است. این برای این که ثابت کنه احمد آقا دیوانه است داره این جمله رو وارد دادگاه میکنه که احمد آقا اومد و خارج از دادگاه گفت من پول دارم. اگر هدفش اینه که بیاد ثابت کنه که احمد آقا دیوانه است، این حق داره این جمله رو وارد دادگاه بکنه، چون حالا صحت اون جمله مطرح نیست. دکتر دیوید شیهان، وکیل دفاعی 44 818 444 44 44، برای مشکلات قانونی خود با دفاتر حقوقی 44 تماس حاصل فرمایید. 818 444 44 44. ما داریم صحبت هیرسه میکنیم و اینکه چه اکسپشنایی توی هیرسه وجود داره. مهمترین اکسپشنی که وجود داره اینه که گفته ای که یک نفر علیه خودش داره، این هیرسه نیست. مثلا فرض کنین احمد آقا میاد خارج از دادگاه به شاهد میگه که من فلان نفر رو کشتم، این علیه خودش داره یه حرفی رو میزنه. اگر احمد آقا این حرف رو بزنه، اون شاهد میتونه بیاد توی دادگاه بگه که احمد آقا بهم اینو گفت و این جمله هیرسه نیست. ما اجازه میدیم این جمله وارد دادگاه بشه به خاطر اینکه احمد آقا این جمله رو علیه خودش زده. مورد دیگه ای که در قانون خیلی مشهور هست بهش میگن داینگ دکلریشن. فرض کنین که احمد آقا توی یه ماشینه که تصادف میکنه، وقتی تصادف میکنه شاهد از راه میرسه و احمد آقا که در حال مرگه ور میداره به شاهد میگه که تقصیر ماشین قرمزه بود. شاهد حالا میخواد بیاد توی دادگاه بگه که احمد آقا به من گفت بعد از اون حادثه رانندگی که تقصیر ماشین قرمزه بود. این جمله گرچه هیرسه هست، یعنی احمد آقا این جمله رو خارج از دادگاه گفته و حالا اون شاهده داره این جمله رو میخواد بیاره توی دادگاه و میخواد ثابت بکنه که این تصادف تقصیر ماشین قرمزه بود، ولی در این مورد ما اجازه میدیم. و علتش اینه که توی قانون ما فکر میکنیم که وقتی کسی داره میمیره
و داره میبینه که اسرائیل داره میاد، اون نفر معمولا دروغ نمیگه و به این دلیل ما اجازه میدیم که جمله احمد آقا در اینجا وارد دادگاه بشه. برای اینکه این اتفاق بیافته، مهمترین نکتهش اینه که اون نفری که این حرفو میزنه تحت فکری هست که من دارم میمیرم. و جالبی این در این هست که اون نفر لازم نیست بمیره. در حقیقت ممکنه که احمد آقا نمیره و بعدن احمد آقا نظرشو عوض میکنه و حالا احمد آقا میخواد بیاد توی دادگاه و بگه که نه، اون حادثه تقصیر ماشین آبیه بود، ولی اون جمله‌ای که اول گفته که این حادثه تقصیر ماشین قرمزه بود میتونه بیاد وارد دادگاه بشه و اون شاهد میتونه بیاد بگه که احمد آقا بهم گفت که این حادثه تقصیر ماشین قرمزه بود. وکلای دفاعی 44 818 444 44 44 با آقای دکتر دیوید شیهان در مورد هر گونه مسائل قانونی تماس حاصل فرمایید. 818 444 44 44. در مورد هیرسی صحبت بکنیم و در مورد اکسپشنای هیرسی، یعنی استثنایی که باعث میشه یه جمله خارج از دادگاه گفته شده وارد دادگاه بشه. یکی از کیسای خیلی مهمی که توی قانون وجود داره بهش میگن رایت ورسس تیدم، و بهترین رای که اینو توضیح بدم اینه که داستان رایت ورسس تیتم رو بهتون بگم. یه آقای پولداری بود و یه نوکری داشت و در اواخر عمرش میاد وصیت‌نامه خودشو عوض میکنه و همه ثروتشو به این نوکرش میده، یعنی در وصیت‌نامه جدیدش همه ثروتش به این نوکرش میرسه و بعد میمیره. خانواده اون نفر پولدار میگن که وقتی که این آقای پولدار ثروت خودشو به نام این نوکری کرده در آخر عمرش، این دیوونه بوده. هدف اونا اینه که بیان به دادگاه بگن که چون این آقای پولدار موقعی که وصیت‌نامه‌اش داره عوض میکنه و همه چیز رو به نام نوکرش میکنه دیوونه بوده، درنش وصیت‌نامه این بی ارزشه و این آقا یا بدون وصیت‌نامه مرده یا همون وصیت‌نامه قبلیش حالا اکتیو هست، و اگه اون وصیت‌نامه آخری که داشته اون اکتیو باشه، اون خانواده این همه پولا رو میگیره. ولی اون نوکره میاد توی دادگاه و میگه که این آقای پولدار دیوانه نبود. برای اینکه ثابت بکنه این آقای پولدار دیوانه نبود، میاد یه مقدار نامه‌هایی که دوستای این آقای پولدار به این آقای پولدار نوشته بودن، اینا رو میاره توی دادگاه. در این نامه‌ها دوستای این آقای پولدار نیومده بودن بنویسن که آره این آقا دیوانه نیست. اینا نمیده بنویسن که آره کی میگه تو دیوونه ای، تو اصلا دیوونه نیستی، چنین چیزایی ننوشته بودن. ولی در این نامه ها نوشته بودن، یه طوری این نامه ها رو نوشته بودن که مثل این که این نفر دیوونه نیست. ولی اون دادگاه گفت نه، ما اجازه نمیدیم که این نامه ها وارد دادگاه بشه، چون شما باید دقت کنین که این نامه های چیزهایی است که خارج از دادگاه گفته شده در این نامه ها و حالا داره وارد دادگاه میشه. ولی بعد وقتی قوانین فدرال، قوانین اویدنس فدرال رو نوشتن، اینا میخواستن مطمئن بشن که قوانین رایت ورسس تیتم عوض میشه، و برای همین الان طبق قوانین دادگاه های آمریکا اگر کسی بیاد یه جمله خارج از دادگاه بگه و هدفش این نباشه که یه چیزی رو بگه، ولی اون چیزی که میگه در اون کلام نهفته است، اون نقطه نظر وارد دادگاه میشه. در ادامه گفتگو با آقای دکتر دیوید شیهان از وکلای دفاعی 44، تلفن 818 444 44 44 818
444-44-44 تماس حاصل فرمایید. مورد دیگه‌ای که در قانون خیلی مشهور هست موردی است که یه نفر میخواد بیاد توی دادگاه و بگه که فلانی در فلان روز گفت که در آینده میخواد چیکار بکنه یا به کجا بره، و اینو یکی از اون اکسپشن هایی هست به هیرسی، کیسی که خیلی مشهور هست بشکن هیلمن. یه جسدی توی یک جایی به نام کروکت کریک پیدا شد. خانم هیلمن اومد جلو و گفت که این جسد شوهرشه و خواست که بره از اینشورنس کمپانی هایی که لایف اینشورنس داشت یه مقدار زیادی پول بگیره. اینشورنس کمپانی ها میگفتن که نه، این جسد جسد آقای هیلمن نیست، بلکه جسد آقای والترز هست. برای اینکه این حرف رو ثابت بکنن، کمپانی های بیمه سعی کردن که نامه هایی که آقای والترز برای دوستاش نوشته بیارن توی دادگاه، که در این نامه ها آقای والترز نوشته بود که در این تاریخ، همون تاریخ هایی که کشته شده بود، این در کروکت کریک خواهد بود. خانم هیلمن اعتراض کرد به این کار، چون این یک هیرسی است و این کاملا درسته، به خاطر اینکه ما اگه بخوایم اجازه بدیم که این نامه ها وارد دادگاه بشه، اولا اینکه ما باید بیایم آقای والترز رو بیاریم توی دادگاه و ازش سوال کنیم، مطمئن بشیم که موقعی که این نامه ها رو نوشته دروغ نمی گفته، چون شاید امکان داره که مثلا هر تابستون همه دوستاش و آشناهاش می اومدن کلبه این و همه غذاهاش رو می خوردن و مشروباش رو می نوشیدن، و این با خودش میگه که من امسال برای اینا یه نامه می نویسن که بابا من دارم میرم کروکت کریک که دیگه اینا نیان. به علاوه این که حتی اگه این درست میگه و دروغ نگفته توی نامه هاش، ما باید بیاریمش توی دادگاه و ازش بپرسیم تو اصلا بلدی چطوری از این کلبه خودت بری کروکت کریک؟ ولی دادگاه هیلمن گفت وقتی که کسی یه جمله‌ای رو میگه مثل جمله آقای والترز که من دارم میرم کروکت کریک، و در اون جمله میگه که من میخوام در آینده چی کار بکنم یا میخوام کجا برم، اون جمله به عنوان یک exception to hearsay rules وارد دادگاه میشه. پای سخن دکتر دیوید شیهان از وکلای دفاعی 44 نشستیم. تلفن تماس 818-444-44-44 818-444-44-44 به بحثمون ادامه میدهیم. خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر. هیرسی یکی از جالبترین قسمتهای قانون هست. این یکی از اون بحثاییه که روشن فکران قانون همیشه بحثشو میکنن. وکیلایی که اینو خیلی خوب بلدن میتونن یه کاری بکنن که شواهدی که خودشون لازم دارن وارد دادگاه بشه و جلو تمام شواهدی که اون وکیل دیگه داره وارد دادگاه میکنه بگیرن. وقتی که من خواستم در مورد این مسئله صحبت کنم، چند تا وکلایی که میشناسم به من گفتن که خیلی مردم اینو نخواهن فهمید که تو چی میگی، ولی من همیشه برای باهوشترین نفری که داره به این برنامه گوش میکنه صحبت میکنم، و امیدوارم شما از این بحث هیرسه لذت برده باشین. در اینجا برنامه کارشناسان به پایان رسید. با تشکر از آقای دکتر دیوید شیهان، وکیل دفاعی دادگاه‌های کالیفرنیا. 818-444-44-44 و با تشکر از شنوندگان عزیز، روز خوشی را برای شما آرزومندیم. اگر شما در یک حادثه رانندگی بودین، چند نکته رو میخوام بهتون بگم که در مد نظرتون باشه. اولا این که در اسرع وقت با ما تماس بگیرین، 818-444-44-44. اگر در یک حادثه هستین، به هیچ عنوان ول نکنین، برین. شما حق ندارین بعد از اینکه در یک تصادف رانندگی بودین صحنه حادثه رو ول کنین و برین، حتی اگه اون طرف دیگه مجروح نشده باشه. همیشه به محض اینکه تصادف کردین برین ببینین که اون نفری که باهاش تصادف کردین احتیاج به کمک داره یا نه. اگه اون طرف احتیاج به کمک داره، فوراً به 911 زنگ بزنین، بگین بیان.
همیشه یادتون باشه که از هر 7 تا راننده ماشین که توی خیابون میبینین یکیشون بیمه نداره. حتی اگر اون طرف اومد و کاغذهای بیمه شو به شما داد، اون دلیل نمیشه که بیمه درستی داره. برای همین همیشه زنگ بزنین که پلیس بیاد و یه پلیس ریپورت انجام بده. به هیچ عنوان از اون طرف معذرت خواهی نکنین و کاملا واضحه که به هیچ عنوان به اون طرف نگین ببخشین این تقصیر من بود. اسم اون راننده، آدرس، تلفن، بیمه، اطلاعات ماشینشو، چه نوع ماشین بوده، مدلش بوده، چه سالی است، نمره ماشینشو، همه رو ازش بگیرین. امروز همه با خودشون یک تلفن دارن، با این تلفنتون شما میتونین عکس بگیرین. با تلفنتون هر چند تا عکسی که میتونین از اون صحنه بگیرین. سعی کنین که بدونین که این حادثه کجا اتفاق افتاده، آدرس اون نقطه ای که هستین، اون کراس سکشنتون، چه خیابونی هست اون نزدیکا، همه رو بنویسین. اگه مجروح شدین این رو برای خودتون فوراً بنویسین که الان به نظر من میاد که مجروح شدم، پام درد میکنه، پشتم درد میکنه. اگه بعد میرین یه دکتر رو میبینین بهش بگین که شما در یک حادثه رانندگی بودین. فوراً به یه وکیل زنگ بزنین. اگه به ما زنگ بزنین بهتون میگین که ماشینتون رو کجا ببرین و در کدوم بادی شاپ درستش بکنین. تمام نکاتی که باعث شده که شما این حادثه اتفاق بیفته همه رو بنویسین. اگه پلیس اومد و یه پلیس ریپورت نوشت، شماره اون پلیس ریپورت از پلیس بگیرین و اونو به ما بدین. ما معمولا این اطلاعات رو جمع میکنیم و خودمون براتون دنبال اینا میریم. وقتی که شما در یک حادثه رانندگی بودین فورا با ما تماس بگیرین. ما معمولا حادثه رو یه طوری وانمود میکنیم تا بتونیم حد اکثر خسارت رو براتون بگیریم. اگه اون حادثه تقصیر شما بوده، وقتی ما وکیلای شما هستیم این حادثه رو یه طوری جلوه میدیم که حد اکثر خسارت رو براتون بگیریم. لطفاً با ما تماس بگیرین. 818-444-44-44 818 همش شعار. اگه خواستین این برنامه رو یه بار دیگه گوش کنین میتونین برین توی ایرانسوپر.com ایرانسوپر.com